درود و وقتتون بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری ده شب جمعه، هفته هم ثور سال 1395 هجری خورشیدی که برابر میشه با ششم می سال 2016 میلادی. سرخط خبرها: افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان. هر ځای کې له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخیستی دی، د خلکو په کورونو، کلیو او بانډو کې سنګرونه نیولي دي. واکنش ها نسبت به گزینش سرپرست جدید ریاست عمومی امنیت ملی. رئیس جمهور مجبور ده سی امنیتی پوستونه سی هغه عبارت له اجرایه قوې ده، دا باید به سرنوشت پاتې نشي. آیا در افغانستان دیگه کسی کادرهای بسیار برجسته و قوی نداریم که همیشه به سر یک نفر تکیه کنیم؟ و رایزنی مقام های پاکستانی برای خرید جت های رسمی از روسیه و چین. من بیژن آریان هستم. یافته های تازه انستیتوت بین المللی مطالعات استراتژیک نشان میدهد که در سال 2015 میلادی 15,000 تن در افغانستان کشته شدند که این رقم نسبت به سال 2014 میلادی دو برابر افزایش یافته است. این انستیتوت همچنان سال گذشته میلادی را مرگبارترین سال برای افغانها خوانده است. در همین حال حکومت افغانستان گروه طالبان را عامل اصلی افزایش تلفات غیر نظامیان خوانده، تاکید می کند که برای این گروه جان غیر نظامیان هیچ ارزشی ندارد. انستیتوت بین المللی مطالعات استراتژیک در گزارش تازه‌اش نگاشته است که در سال 2015 میلادی در سراسر جهان 167,000 تن در نتیجه خشونت‌ها کشته شده که از این میان سوریه در رده نخست کشورها جا گرفته و در اثر جنگ در این سال 55,000 سوری جان باختند. در این گزارش همچنان شمار کشته شدگان جنگ افغانستان در سال 2015 میلادی 15,000 تن گفته شده است. حکومت افغانستان نیز حملات بیرحمانه طالبان را عامل اساسی افزایش تلفات افراد ملکی می داند. لبد مرغ دشمن په هر ځای کې له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخیستی دی، د خلکو په کورونو، کلیو او بانډو کې سنګرونه نیولی دي. ټول ارقام صحیح شي، د افغانستان د خلکو دشمنانو د ملکی وګړو د سر د خوندیتوب هیڅ خیال نه دی ساتلی. د دوی چاودنو، د دوی انتحاري عملو تر ټولو لویه مرګ ژوبله ملکی وګړو ته اړولې ده. خواستیم در این زمینه دیدگاه کمیسیون حقوق بشر را نیز با خود داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر پاسخ از آنان نیافتیم. در این میان شمار از فعالان مدنی نیز رقم تلفات افغانها در سال 2015 میلادی را وحشتناک می دانند. متاسفانه هم دولت افغانستان و هم نیروهای مخالف و هم قوت‌های خارجی هنوز هم به معیارهای بسیار مشخصی برای جلوگیری از تلفات ملکی به تفاهم نرسیدن. آرزوی ما این است و خواست ما این است که اول در افغانستان جنگ قطع شود و فضای صلح شود و دوم زمینه مساعد شود تا به صورت بسیار گسترده جلوگیری صورت بگیره و به صورت بسیار تکنیکی جلوگیری بگیره از تلفات ملکی. جنگ در افغانستان از چند دهه بدین سو ادامه دارد و از افغانها همچنان قربانی میگیرد. سازمان ملل متحد با آنکه نگران وضعیت حقوق بشری در سال 2016 میلادی است، میگوید سال گذشته میلادی خونبارترین سال برای افغانها بوده و در آن بیش از 11,000 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. رئیس جمهوری میگوید سرپرستان وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می شود. در همین حال اعضای شورای ملی برای بهبود و وضعیت امنیتی در کشور از این تصمیم رئیس جمهور خوشبینند. از سوی هم شماری از سیاسیون به این باورند که رئیس جمهور با معرفی آقای سنگزی در پست ریاست امنیت ملی اشتباه کرده است. با باور آگاهان، ناامنی را که کنون جغرافیای افغانستان تجربه می کند، یکی از عوامل آن نبود مدیریت لازم در ارگانهای امنیتی به ویژه در وزارت دفاع ملی است. که این وزارت از آغاز کار حکومت وحدت ملی با سرپرستی معصوم سانگزی تا کنون کارش را ادامه داده است.
تازه پنجشنبه شب رئیس جمهور سرپرست های وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی را تعیین کرد. افغانستان دولتمش زبکم پر اساس باندی محترم سن سنگزی در ملی امنیت سرپرست او محترم عبدالله حبیبی در ملی دفاع در وزارت سرپرست بطوگه باندی تاکل سوی دی دیر پارش ندواری امنیتی داری دی دیر مهمی داری دی دیر پارش کارون تکنی نسی دی در سرپرست باند بطوگه ماری خیسول شی کارون پر مخیوسی او رست با د پارلماني چارو د وزارت لخوا د باور درای د ټولو لپاره پارلمان ته شماره از اعضای مجلس نمایندگان به دادن رای اعتماد به این دو گزینه خوشبینند. رئیس جمهور مجبور ده سی امنیتی پوستونه سی هغه عبارت له اجرایه قوې ده دا باید بی سرنوشت پاتې نسی. په هغه کې یا سرپرست باید اوسیږي او یا د اعتماد له رای اخیستو څخه وروسته یو شخص او سیگی پکی به هر چیز اوتر دی بخش پایین داده شود و کسانی که هستن دو پوست کلیدی هستن اونا را به ولسی که روان بکنن و رای اعتماد بگیرن و خاتمه بتن سرپرستی ها را در تمام بخش ها. اما شماری از آگاهان رئیس جمهور را در معرفی دوباره ی آقای معصوم استانکزی در پست ریاست امنیت ملی انتقاد می کنند. تا با کی این ملت به تبایی کشانیده شود؟ آیا در افغانستان دیگه کسی ما کدرهای بسیار برجسته و قوی نداریم؟ که همیشه به سر یک نفر تکید است. اگر دستاورد می داشت، شخصیت می بود استانکزی، او در وزارت دفاع رای می گرفت. در حالی که در اونجا رای نگرفت و حالا او چطور می تواند در ریاست عمومی امنیت ملی رای بگیرد؟ ریاست جمهوری کشور شام روز جمعه دیگر جنرال عبدالله خان رئیس ارکان استردرستید وزارت دفاع ملی را به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی و محمد معصوم استانکزی را به حیث وزیر مشاور رئیس جمهور و همزمان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی توظیف کرده است. در نتیجه یک عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند 60 تن از زندان طالبان آزاد شدند. دفتر رسانه‌ای ولایت هلمند با نشر گزارش گفته است در این عملیات که در منطقه نوزاد بالای ولسوالی نوزاد ساعت 10 شب گذشته صورت گرفت، دو طالب کشته شده و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی دیگر در نتیجه یک عملیات هوایی نیروهای امنیتی افغان در شهر لشکرگاه 8 طالب کشته شده و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. دفتر رسانه‌ای ولایت هلمند میگوید در میان کشته شدگان 6 طالب پاکستانی نیست شاملن. این حمله هوایی در منطقه کمپرک شهر لشکرگاه صورت گرفته است. محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین و معاون شورای عالی صلح کشور هشدار می‌دهد که اگر پروژه توتاب از ولایت‌های مرکزی افغانستان نگذرد، مردم این مناطق دست به اعتراض‌های گسترده خواهند زد. آقای خلیلی ولایت‌های مرکزی را بهترین و کم هزینه‌ترین راه برای انتقال برق دانسته می‌گوید، باید در مسیر خط انتقال این لین تجدید نظر صورت گیرد. مسئله انتقال برق 500 کیلوولتی که برق ترکمنستان را از طریق ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد، در این اواخر واکنش زا شده است. به اساس بررسی ابتدایی شرکت بین‌المللی فشنر، این پروژه باید از مناطق مرکزی کشور بگذرد، اما به تازگی کابینه افغانستان فیصله کرده است تا لین این پروژه از مناطق مرکزی نه بل از روی سالنگ عبور کند. معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان میگوید برخی ادارات در تلاشند تا شرکت فشنر را وادار کند که مسیر عبور لین برق این پروژه را تغییر دهد. مردم ما با روش مدنی، روش قانونی در چوکات قوانین نافذه کشور با حوصله‌مندی بحث کلان ملی است. من یقین دارم گوشه گوشه کشور ما ای را پیگیری کنیم و هیچ گاهی ما طرفدار بحرانزایی هم نبودیم و نیستیم. آقای خلیلی میگوید با آنکه کار این پروژه در کابینه رئیس جمهور کرزی تصویب شده بود، اما بحث روی آن در کابینه جدید خود پرسش برانگیز است. به باور آقای خلیلی بهترین راه برای عبور لین برق این پروژه مناطق مرکزی افغانستان است. خط توتاب بهترین راهش و سالمترین راهش، مفیدترین راهش برای اقتصاد افغانستان،
برای مردم افغانستان، برای توسعه در آینده ایک مسیر است. امروز که ادارات زیر رفت، پنی هم تأکید می کند که این مال حکومت قبلی است که سالنگ تصدیب شده، بسیار یک ادعای بیجا و بی اساس است. در مسیر انتقال لین برق ترکمنستان از مناطق مرکزی کشور 30 میگاوات برق برای بامیان میرسید. با آنکه شرکت برشنا اعلام کرده که به عوض این رقم 300 میگاوات برق را برای بامیان میدهد. اما دیده میشود که این تصمیم شرکت برشنا قناعت باشندگان ولایت های مرکزی به ویژه بامیان را فراهم نکرده است. همزمان با این شماری از نمایندگان پکتیا در شورای ملی و فعالان مدنی این ولایت هشدار می‌دهند که اگر در مسیر انتقال لین برق توتاب تغییر بیاید، آنان دست به اعتراض‌های گسترده خواهند زد. به گفته آنان باشنده‌های ولایت پکتیا نیز باید از این پروژه مستفید شوند. به گفته آنان برخی بزرگان در مرکز از این پروژه استفاده سیاسی می‌کنند. مسئله انتقال لین برق 500 کیلوولتی موسوم به توتاب از افغانستان واکنش های را به میان آورده است. هرچند کابینه افغانستان تصویب کرده است تا این پروژه از مسیر سالنگ عبور کند، اما برخی ها تاکید دارند که این لین باید از ولایت های مرکزی و بامیان بگذرد. با این حال برخی از بزرگان قومی و نمایندگان پکتیا در شورای ملی خواهان انتقال این لین برق از مسیر سالنگ هستند و میگویند ولایت پکتیا به مانند دیگر ولایت حق دارد تا از این پروژه استفاده کند. ایلوی پکتیا طول ولسونه تو ولس مشر پاسیایی بانک او دیوبو بریکنا پا وزارت بانی غد کو چه کوم سروی او ډیزاین چې له مخکې نه سوی په دغه کې تغییر را نه وړي او د ټوټاب د پروژې مسیر ته تغییر ورنه کړي. د پکتیا ټول ولسونه په آرامه د یو مطبوعاتي کنفرانس له لارې نه پر دوی په وار وار بیا غږ کوي چې د دې پروژې په تطبیق کې د خنډ نه ګرځي. با گفته آنان برخی مسئولان دولتی در مرکز از این پروژه استفاده سیاسی می کنند. شکوی چه دیو چه چه دلوی پکتیا خلق لگ ورته امیدوار دی او لگه هیل ورته لری اگر چه دی ملی وحدت حکومت وادو ناو دی نهلوی نستدی شوی دی او دا پروژه چه چه ورته امیدوار دی کده غد ریاست جمهوری او دی اجرای ریاست دوار مرستیالان دستوی استفاده دی قدرت دکوی او دا مسیر دی تغییر ورکوی دا دی پکتیا دی ولسونو په حق دلوی پکتیا دی ولسونو په حق یو لوی ظلم دی. کوی چې لوی پکتیا افغانان نه دی، لوی پکتیا د افغانستان په نقشه کې شتون نه لري او یا لوی پکتیا د افغانستان په بحرانی حالاتو کې قربانی نه دی ورکړي. پیش از این معاون دوم رئیس جمهور و معاون دوم رئیس اجرایی گفته بودند که فیصله نخست مبنی بر این بود تا این لین از مسیر بامیان بگذرد و این فیصله باید عملی شود. شماری از مسئولان مکتب‌ها در غزنی از موجودیت پاسگاه‌های امنیتی در بالای بام‌های مکاتب شکایت دارند. آنان ادعا دارند که وجود این پایگاه‌های نظامی در مکتب‌ها سبب می‌شود تا در درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت دانش آموزان و مکاتب آسیب ببینند. با این حال فرمانده پلیس غزنی می‌گوید به‌زودی چون این پاسگاه‌ها برچیده خواهد شد. این مکتب در ساحه خاک غریبان شهر غزنی واقع است. یکی از نمونه های آن مکتب هایست که در بالای بام آن پوسته های امنیتی قرار دارد. ظاهراً آثار جنگ و درگیری در و دیوارهای این مکتب آشکار است. آموزگاران و سران قوم در این روستا شکایت دارند که موجودیت پوسته های امنیتی روند آموزش را آسیب می رساند. خواهش کنیم که انشاءالله گرچه رئیس صاحب و کماندان صاحب امنیت و دوستای دیگر هم به ما تماس گرفتن که کارهایشان آماده هست، ما میاییم ایران انتقال میدیم، ولی تبال عملی نشده. امیدوار هستم که انشاءالله در رابطه با همین مسئله، یعنی دخترای ما بچهای ما در قسمت این مسئله در خود صحن حیات آزادی ویژه نداره. ما امیدواریم به زودترین وقت از دیدگاه معارف هم قانون نیست که پوسته باشد میره برداره، مثلا یک 40-50 متر این سمت مکتب یا اون سمت مکتب در خدمت هستیم. اول تا خود تا
طالب چرا دیدی پوسته سره کرده نه ده مکتب سره زکر پتر بود که مکتبون رو طوله پاول دی طالب کار نپیلی رو خطر رو مشکل پده غذا که دیشنان تخواه خواست ده اسکر و سرکار ده باید دونه مگه کماندان صاحب ده همون بلتان چه و باسوی که در وقت نقطه ده مشکل مقصد مدوری چه ده نرش خواه یا وقتی جنگ میشه خواه دیگه زده رو نیستن دیگه نکو شاگرده هستن دیگه یک نیستن تقریبا چی قدر شاگرده هستن یک مرمی کنگی بخوره چی قدر تلفات میشه. با این حال فرمانده پلیس غزنی این مشکل را میپذیرد اما وعده میدهد که به زودی به این مشکل رسیدگی خواهد کرد و بازگاه های نظامی را از نزدیکی این مکاتب دور خواهند ساخت. ما خود ما به هر نوع پوسته سازی در داخل مکتب ما مخالف هستیم. این خلاف قانون هم است. ما ایر تایید نمی کنیم. اما با شما بهتر معلوم است که پوسته سازی که شده این امسال نشده یا این مثلا در وقت ما نشده اکثر پوست ها رو ما تجدید نظر کردیم و برداشتیم. یک مکتبی که به ما شکایت کرده او را هم انشاءالله در ظرف چند روزی که ما صرف یک منتظر اکمالات خود از مرکز هستیم که باز امکانات ما نداشتیم اسکو ای گفا همون که بخیر برسه او پوست ها رو ما و او اگر همین پوست ها که در مکتب از در طرف نواباز فکرون و در هر خاک غریبا در هر جایی که پوسته باشه مکتب ما او پوستر انتقال میتیم این خلاف قانون است. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز تاکید کرده بود که مکاتب نباید به عنوان مراکز جنگی استفاده شوند. شماره از باشندگان ولسوالی شینکای ولایت زابل میگویند از ابتدایی ترین امکانات زندگی در این ولسوالی بی بهره هستند. به گفته آنان در تمام ولسوالی یک مرکز صحی وجود دارد، آن هم با فقدان دوا و کارمند صحی مواجه است. با این حال والی زابل میگوید نه تنها باشندگان ولسوالی شینکای بلکه شماره زیادی از ولسوالی ها در کنار مسائل امنیتی با چالش های دیگر نیز مواجه هستند که برای حل این مشکل به مرکز پیشنهاد کردند. بزرگان قومی ولسوالی شینکای زابل میگویند در جریان یک دهه گذشته هیچ کار اساسی برای تغییر زندگی آنان صورت نگرفته است و از ابتدایی ترین امکانات زندگی بی بهره هستند. نبود مراکز صحی، چالش در آموزش و پرورش و نبود آب آشامیدنی از عمده ترین چالش های این باشندگان است. بر والی صاحب ول مقامات تو ده عرض ورسی سمرت مکتبونه جوړ کشه پخانی جوړی که سرک جوړ ک. خو خدا نه خاصه سبا داس نه چې مکتب جوړ او بیا خالی ولاړی. نړیدلې د ازمور سره مسولیت ده، خصوصا دغه خلک د صلح غوښتونکي دي. غواړی صلح خلکو په دوم قدم کې د دې شینکای د ولسوالۍ حالات پیلن په خپله باندې حاجي والي صاحب او دغه راغلو مېلمنو ټولو په خپله دغه لاره هم ولیده، سړک یې هم ولیده او دغه بېکاري بېکاره او بېکاري به هم لیدلي. په دې ټول ولسوالۍ کې په دې ټول بازار کې د لسو یعنې د سلو کلدارو مزدوري نه پیدا کېږي چې یو خوار او غریب مزدوري پکښې وکړي ماښام یې د خپل اولاد سره. رئیس شورای ولایتی زابل نیز میگوید در کنار این مشکلات امنیت در این ولایت همچنان با تهدید مواجه است و این مسئله باعث شده است تا دیگر خدمات نیز صورت نگیرد. سړک مو والی صاحب محترم چې د ډب کوتل څخه راوړي سړک مو تاولې د سپکم حالت کې قرار لري او د سړک لپاره موږ یو بودیجم لرو چې په وزارت پیدامه کې موږ په وار وار غوښتنه کړې ده وزیر صاحب حتی موږ ته وویل چې له ولایت لخوا څخه پیشنهاد شي د دغه سړک د اسفلټ کولو لپاره به موږ بودیجم درته پیدا کړو. اولینه توجه د سړک ته غواړو ځکه چې دا عمومي سړک ده او دا د بارډر سړک ده. دا یوازې د شینکای نه ده، دا د شمال زون او بار شینکای یا ټغر ټولې ولسوالۍ له دې څخه استفاده کوي او دا زموږ د ګاونډي هیواد پاکستان سره موږ نښلوي. با این حال والی زابل میگوید برای حل این مشکلات تلاش های جدی را به راه انداخته است و از امکانات موجود در این ولایت برای باشندگان شینکای استفاده خواهند کرد. ما در کلات شهر سخه در شینکای تر ولسوالی توری لار هم ویدیدله او در مشکلات دلار می هم درک کرد او پا بدی ترتیب می در شهر بازار در شینکای در ولسوالی بازار هم ویدید چی دیر یو غریب و بیشاره بازار یا وقت د دنیا د کومکونو په نتیجه کې دلته ډېر امکانات موږ درلودل، ډېر پریمانه پیسې وې، پریمانه پروژې وې، پریمانه کارونه وه. ولې بدبختانه په هغه وخت کې د دغه پروژو او امکاناتو څخه سمه استفاده نه ده سوې. دا چې ولې نه ده سوې، څه سول هغه پیسې، څه سول هغه امکانات، چیرې مصرف سول، دا به بیا وروسته معلومېږي.
دا په ټول معلومه وشولی. هرچند پیش از این ولسوالی شینکی از ولسوالی های امن زابل به شمار می رفت، اما اکنون به گفته مقامات برخی تحرکات مخالفان در آن دیده می شود. بلند رفتن قیمت برق روی تولیدات داخلی تأثیر منفی می گذارد. این خبر تا دقیقه دیگر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه از جهان. با گزارش روزنامه فاینانشیال تایمز پاکستان، پس از انکار آمریکا در مورد کمک مالی به این کشور برای خرید 8 جنگنده F-16، اسلام آباد در حال رایزنی در مورد خرید جنگنده های روسی و چینی است. با گفته این روزنامه، نیروی هوایی پاکستان علاوه بر جنگنده های F-16 آمریکا، رایزنی در مورد خرید جنگنده های F-35 روسی، G-10 و G-20 چینی را آغاز کرده است. روزنامه می افزاید یکی از مقامات وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد در صورت انکار کمک مالی آمریکا برای خرید F-16 از این کشور، گزینه های دیگر را بررسی می کند. آمریکا فروش 8 جنگنده F-16 به پاکستان به ارزش $700 میلیون را رد نکرده، بلکه پیشنهاد وام به اسلام آباد برای این تفاهمنامه را پس گرفته است. از سوی دیگر جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته اعلام کرده است که اسلام آباد برای تصمیم گیری در مورد خریداری نیازمندی های دفاعی خود آزاد و خود مختار است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه گزارش کرده که گروه های مخالف دولت سوریه در درگیری های شدید یک دهکده استراتژیک مهم را از تصرف نیروهای دولتی خارج کردند. بر اساس این گزارش، این درگیری ها که در جنوب شهر حلب اتفاق افتاده، به کشته شدن دست کم 70 نفر منجر شده است. به گفته گروه ناظر حقوق بشر سوریه، پیکارجویان القاعده مرتبط با جبهه نصرت روز گذشته با حمله به نیروهای دولتی مستقر در دهکده خانتومان را آغاز کردند. این دهکده به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی بزرگراه دمشق حلب از موقعیت مهم برخوردار است. این درگیری ها در حال در حوالی شهر حلب صورت گرفته که انتظار می رود در این منطقه آتش بس به اجرا گذاشته شود. وزیر نفت هند از توافق بانک های مرکزی ایران و هند برای پرداخت بدی های نفتی تهران از طریق بانک های اروپایی خبر داده است. دارماندرا پارادان، وزیر نفت هند، درباره این توافق برای پرداخت بیش از 6 میلیارد دلار بدهی هند به ایران گفته است که بانک های اروپایی نقش واسطه را خواهند داشت و بانک های ایرانی پول را از آنها دریافت خواهند کرد. حدود یک ماه پیش که پارادان به تهران سفر کرده بود، گفت که کشورش متحد به پرداخت بدهی های ایران است، اما شیوه این پرداخت مورد اختلاف بود. در آن زمان بانک مرکزی ایران خواهان پرداخت بدهی هند به حساب های معرفی شده از سوی ایران با ارز یورو شده بود، اما هند می گفت که دو طرف بر سر دلار توافق کردند. پیش از رفع تحریم های ایران، هند از محدود کشورهایی بود که همچنان از ایران نفت می خرید. و در اخیر هم برای دریافت این مجموعه خبری، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها، سر بزنید به پایگاه خبری ما aryananews.com. تا دیدار بعد، الله حافظ.